تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخان خداوند و آفریدگارمون سفره وحی و قرآن نشستیم، آیه به آیه تفسیر فشرده و روان و قطره‌ای داریم. جزء ششم رسیدیم سوره مائده و الان آیه 14 با هم بشنویم. و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. در آیه قبل یعنی دو آیه قبل آیه 12 داریم، لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت، بعد آیه فرمود ولی اینها پیمان شکستن. اینجا میگه که از مسیحیان پیمان گرفتیم. از سوره مائده، سوره میثاق، سوره عهد انگار، چون همش میگه قول گرفتیم، اینا قول شکستن. یعنی به طور غیر مستقیم به مسلمان ها میگه که شما هم قول دادید، قول نشنید، در غدیر خون قول دادید، به پیغمبر قول دادید، ولی قول شکست. نمونه های نقل میکنه از یهود و نصارا که اینها قول دادن قول شکستن، ما هم اینها رو توبیخ کردیم. این به ما میگه که پس حواستون جمع باشه، به قولتون وفادار باشید، وگرنه حالتون رو میگیرم. آیات قبل مربوط به این که یهودی ها قول شکستن، حالا ایه میگه مسیحی ها قول شکستن. بشنویم. و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم، از کسانی که میگفتن ما نصارا هستیم، مسیحی هستیم، اخذنا میثاق، از مسیحی ها هم میثاق گرفتیم. این نصارا جمع نصرانیه، چون شعار مسیحیای بود که گفتن نحن انصار الله، در سوره صف آیه 14 نصارا میگفتن نحن انصار الله، چون گفتن نحن انصار الله، این نصارا از همون انصار الله، یعنی ما یاران خدا هستیم. از نصارا یعنی از مسیحی ها پیمان گرفتیم. فنسو، پیمان رو فراموش کردن. فنسو حظم مما ذکروا به، بخشی از آنچه مورد تذکر قرار گرفته بودن، بخشی از تذکرات را فراموش کردن. ما هم چه بشو کردیم؟ ما هم فأغرینا بینکم العداوة والبغضاء، ما هم اینها را به اغرینا یعنی چسبوندن، یعنی متصل، یعنی دیگه جدا نشد. فأغرینا بینهم العداوة والبغضاء، عداوت و بغضا رو، بغضا کینه درونی، عداوت تجاوز بیرونی، چون دادم گای تو دلش اگه کسی بدش میاد این بغضاست، بغضه، گای این ناراحتی درونشو دست میزنه به یه فعل و انفعالی هم انجام میده، این عداوته. چون اینها قول گرفتیم ازشون یک، و اینها فراموش کردن بخشی از تذکرات را، ما هم کینه را بین مسیحی ها تا روز قیامت قرار دادیم، یعنی اینا تا آخر عمرشون هم با هم بدن. خب از این چند تا نکته معلوم میشه که بعد میفرماد که سوف ینبئهم الله بما کانوا یصنعون، خب خداوند به زودی به اون چه اینا انجام بدن اینها رو آگاه خواهد کرد. یعنی قیامت میاد، یا در همین دنیا یا در قیامت، خدا متوجهش میکنه که این فراموش کردن تذکرات الهی چه عقوبتی رو در پی داره. خب تذکراتی که فراموش کردن چی بود؟ خب ما بشارت به پیغمبر را تو انجیل آورده بودیم، اینا فراموش کردن. ما مسئله توحید را مطرح کردیم، اینها از مرز توحید
رد شدن، به تسلیس رسیدن. حقایقی را که به راجعه پیغمبر اسلام بود کتمان کردن، از مرز توحید گذشتن، این بخش از تذکرات فراموش کردن، ما هم بین اینها کینه قرار دادیم. ادعا بسیاره، عمل کمه. قالو انا نصارا، میگن ما نصارا هستیم، یعنی نحن انصار الله، شعار میدن که ما حزب الله هستیم، اما یه سری جاها رو کتمان میکنن، کفر یعنی میپوشونن. ادعا زیاده، عمل کمه. هر کسی ادعا میکنه باید مسئولش هم بپذیره. تو که میگی انا نصارا، ما نصارا هستیم، یعنی ما انصار دین خدا هستیم، خب در دین خدا در انجیل بشارت پیغمبر بود، چطور نادیده گرفتید؟ خب پیمان گرفتیم، پیمان شکستید، اغرینا، مانم کینه را بر اینها مسلط کردیم. یعنی شما مسلمان عبرت بگیرید، اگر قول دادید به قولتون وفادار باشید، که اگر وفادار نباشید اون تفرقه ها و کینه ها بر شما هم خواهد آمد. بعد میگه بعد عدابت و بغضا الی یوم القیامه، تا روز قیامت هستن. مگه پیداست یهود نصارا نسلشون منقرض نمیشه؟ تا روز قیامت هستن. امام زمان هم که ظهور کنه بازم مسیحی ها خواهند بود، منتها حکومت کره زمین در اختیار بندگان صالح خواهد بود. ینبئهم الله بما کانوا یصنعون، خدا خبر میده به عمل کردتون. خلاصه آیه 14 این شد. مسلمان ها اوفو بالعقود، سوره مائده است، اول آیهش با اوفو بالعقود، به پیمان ها وفا کنید. وقت تا حالا چند بار گفته گروه های پیمان بستن وفا نکردن، خدا کیفرشون کرد، شما هم به پیمان وفا کنید. چون در سوره مائده که آخرین سوره که بر پیغمبر نازل شد و هیچ آیه در اون نص نشده، مسئله پیمان و مسئله قدیر خم مطرحه. میگه شما بخن بخن نگفتید، میگه شما با علی ابن ابی طالب در قدرخان بیعت نکردید. چون آیات قدرخان و نسب علی ابن ابی طالب در این سوره مائده اومده، بریده بریده در لابلای این سوره، همین سوره که مسئله علی ابن ابی طالب توشه، که حالا که الان آیه 14 هستین، چند بار گفته دیگران وفا نکردن، یعنی به در میگه که دیوارم بشنوه، یعنی شما مواظب باشید خط قدیر را گم نکنید. خب آیه 14 تمام. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده هر پیمانی که با تو بستیم وفادار باشیم، ما را پیمان شکن قرار نده. آیه 14 تمام. السلام علیکم و رحمت الله.